شب و روزتون بخیر. ما در این ویدیو میخواییم متوجه بشیم که آیا تافت مو باعث ریزش مو میشه؟ ببینیم واقعیت داره کسایی که از تافت موی زیاد استفاده میکنن ریزش مو دارن همیشه؟ اگر صدای من یه خورده گرفت است به بزرگی خودتون ببخشین، یه چند روزی هست یکم سرما خورده هستم. از زمان معرفی اولین اسپری مو و تافت توی جهان بیشتر از 60 ساله که میگذره و این محصول همچنان پرطرفداره. اسپری یا تافت مو یکی از مؤثرترین روش ها برای شکل و حالت دادن به موهاست. سال هاست که این محصول به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش ها برای زیبایی بخشیدن بیشتر به موها استفاده میشه. اسپری های مو برای تقویت مو و حجم دادن تا حدودی میگن مفیده، ولی ریزش مو هم به شدت میاره. این یه محصول شناخته شده در سراسر جهانه که بسیاری از مردم ازش استفاده میکنن، اما هنوز هم تا به امروز افراد بیشتری شروع به استفاده از اون کردن. تافت مو موها رو بسیار پرتر نشون میده و اون رو با رایحه خوب تکمیل میکنه. تافت یا اسپری مو با ارائه حجم فوق‌العاده، درخشش خیره کننده، رنگ درخشان و موندگاری بی نقص توی هر شرایطی زیبای موهای شما رو زیاد میکنه. در حال حاضر تعداد زیادی اسپری موی خوب در بازار وجود داره و استفاده از اسپری مناسب که با نوع موهای شما مناسبه خیلی مهمه. خیلی از افراد با استفاده از محصولات اشتباه مرتکب این اشتباه میشن که میتونن باعث شکستگی یا خشکی یا ریزش مو بشن. موارد بسیاری وجود دارن که میتونن به موهای شما آسیب برسونن و یک کدوم از اونها محصولات تافت هستش. برای اینکه مو از بین بره، چیزی باید به ریشه فولیکول مو آسیب برسونه و اسپری مو این توانایی رو میتونه در شرایطی داشته باشه که شما ندونین چه شکلی از تافت مو استفاده میکنین. یعنی طریقه استفاده از تافت مو هم خودش یه شرایط جدا داره که در انتهای ویدیو بهتون میگیم. ریزش مو، تافت و اسپری مو. مو و پوست سر رو کم آب میکنه و در نتیجه موها رو مستعد شکستن و از همه مهمتر ریزش میکنه. ترکیب شیمیایی موجود در این ژل ها و تافت ها همراه با آلاینده های خارجی با تجمع سلول های مرده و سم های اضافی روی پوست سر واکنش نشون میدن. این کار فولیکول های مو رو مسدود میکنه و در نهایت باعث ریزش مو میشه. ریزش موهای زائد و طولانی مدت میتونه منجر به مشکلاتی مثل کاهش خط مو، تاسی و بقیه مشکلات بشه. تغییر رنگ و آسیب به مو. آسیب، دوشاخه شدن، نازک شدن و تغییر رنگ مو نیز از عوارض رایج استفاده از تافت مو هستش. این ژل ها مواد مغذی و رطوبت مو رو از بین میبرن، اونها رو میشکنن و از بین میبرن، تعادل پهاش مو رو به هم میریزن و ناسالم میکنن موها رو، کمیاب و کدر میکنن. مواد شیمیایی مضر موجود توی این تافت ها اثرات نامطلوبی روی موهای رنگ شده مثل محو شدن و تغییر رنگ دارن و استفاده طولانی مدت از این تافت ها منجر به سفیدی زودرس هم میشه. خشک کردن و کم آبی مو. تافت مو حاوی الکل و مواد شیمیایی خورنده است که رطوبت مو و پوست رو از بین میبره و موها رو خشک و کم آب میکنه. این اسپری ها سطح رطوبت رو به هم میریزن و تولید سموم رو کاهش میدن. همچنین اسپری مو موهای خشک، شکننده و مستعد شکستگی رو کاهش میدن و باعث ایجاد مشکلاتی برای خارش و پوست پوسته شدن پوست سر میشن. موها رو وز میکنن و در نتیجه باعث ایجاد موهای غیر قابل کنترل، خشک، خشن، شل و بدون درخشندگی میشن. شوره سر مستقیماً و به تنهایی به هیچ وجه به موهای شما آسیب نمیرسونه. پوست سر کم آب، کم تغذیه و عفونی با تحریک، خارش و پوسته شدن پوست سر که منجر به شوره سر میشه مشخص میشه. تولید نامناسب و بیش از حد سموم، منافذ ناسالم و مسدود پوست و فولیکول های مو، ضعیف شدن ریشه های مو باعث ایجاد و تشدید مشکل شوره سر، دراماتیت و التهاب توی پوست میشه که میتونه
بیماری‌های پوستی رو به وجود بیاره. در انتهای ویدیو روش استفاده از تافت مو رو هم بگیم و خدا نگهدار. برای اطمینان از اینکه موها رو به درستی اسپری می‌کنید، نکاتی که در ادامه میگیم رو به یاد داشته باشین. موقع اسپری کردن نازل اسپری رو حداقل 30 سانتی متر از موهای خودتون دور نگه دارین و همیشه با حرکت مداوم اسپری کنید. منظور این که اسپری رو مستقیما ثابت یه جا نگه ندارین، موقعی که میخواین بزنین به موهاتون تکون بدین. مطمئن بشین که نازل اسپری چسبناک نشده باشه، چون باعث میشه که اون ماده داخل اسپری یا همون تافت خارج نشه. برای رسیدن به حجم بیشتر مو، یکی از بهترین نکات اسپری مو اینه که سر خودتون رو وارونه نگه دارین و موقع اسپری کردن موهای خودتون رو تکون بدین. همچنین میتونین قسمت‌هایی از موهای خودتون رو که بلند کردین زیرش رو اسپری کنین. برای کسایی که پوست سر حساس یا خارشدار دارن، مراقب استفاده از اسپری مو باشن، چون فقط باید روی موها استفاده کنین، چون الکل موجود در این محصول میتونه پوست سر شما رو خشک کنه و باعث تحریک و ریزش مو بشه. برای رام کردن تارهای سرکش بد نیست محصول رو به دست خودتون اسپری کنید، بعد دستاتون رو روی ناحیه وزی مو بکشین و موهای خودتون رو صاف کنین. مرسی که تا انتهای ویدیو منو همراهی کردید. این ویدیو رو برای دوستاتون هم ارسال کنید. ممنون از حمایت هاتون. خدا نگهدار.